مبارزات مردم رو خیلی راحتتر میتونن باش پیوند برقرار کنن، بشناسنش، خیلی راحتتر میتونن باش پیوند برقرار کنن، بشناسنش، در رأسش قرار بگیرن، تأثیر روش بذارن، هدایتش بکنن، تفاوتش رو با جنبش ها و احزاب و جریانات دیگه بگن، عمق بهش بدن و بتونن قویش بکنن و به جاییش برسونن. به این معنا به هر حال امیدوارم این جلسه کمک بکنه به همچین کاری و در واقع حتما بخشی از مسیر رو خیلی تو اومدین و این مسیر رو باید زودتر طی کرد. کمونیسم ما و انقلاب ما و در واقع رهایی ما احتیاج داره به تعداد قابل توجهی، به ویژه نسل جوان خوشفکر پر انرژی آماده مدرن مبتکری که دیگه نسل ما ساخته نیست، که تبدیل بشیم به کادرایی که همه جا حضور دارین و میتونین رو مبارزات دانشجوها، جوونا، زنا، کارگرا، آتئیستا، نمیدونم از گروه موزیک تا گروه هنر تا همه چیز در واقع تا گروه ورزشی باشین و حضور داشته باشین و تأثیر بذارین و اون حزب رو از این طریق در واقع بتونیم در دسترس وسیع جامعه قرار بدیم و حزب بزرگ و محبوب بشیم. من امیدوارم صحبتام کمک کرده باشه و در صورت الان آمادم در خدمتتونم اگر سوال و کامنت و چیزی دارین. نمیدونم الان که نوبتی فقط یه نفر آیتم چه یا هرجور باید خوندش نمیدونم آیتم چه در صورت این دوستمون صحبت بکنه، 3-4 دقیقه صحبت بکنه، اگه بعد نوبت زیاد شد وقت رو تقسیم میکنیم. من میکوول میکنم، بفرمایید. صدا منو داریم؟ اوکی، میبخشید دوستان، من اولین بار با این سیستم کار میکنم، اشراف ندارم. حال سوال من اینه که از خشم شما گفتید در همه عرصه ها ما توی جامعه باید وارد بشیم و تاثیرگذار باشیم و کمونیست اینه، یعنی نقش کمونیست اینه جامعه، که منم قبول دارم. ولی سوالم اینه که خب با توجه به وضعیتی که جامعه اسلامی وجود آورده تو ایران، از جمله تبعیض علیه زنان که خیلی شدیده و خب عرصه کارگران که واضحه بسیار استثمار شدیده، میخواستم ببینم آیا تمرکز خاصی روی عرصه مشخصی داریم ما توی این مبارزه یا نه فرق نمیکنه، یعنی میتونیم تو همه عرصه بر میزانی که توان داریم وارد بشیم. مشخصا اینه که سوالم مرکز خاصی روی عرصه مشخصی داریم یا نه. من تمام میکنم. مرسی. خوب شد توضیح دادی در مورد اسمتان. اولا رفقای دیگه اگه نوبتی میخواین نوبت بگیریم که من الان جواب نکاتی که به نظرم میرسه رو طرح میکنم، بعدش هم براتون نوبت باشین بتونین صحبت بکنین. به هر موضوعی که فکر میکنین تو چارچوب این بحث و یا هول و هوشش نکته دارین میتونین طرح کنین، کما اینکه خود این صحبتی که این دوستمون کرد به حال یه جورایی به این موضوع مربوط میشه، هرچند شاید جزی از این بحث نبود ولی ربط داره و شاید با وارد شدن تو این بحث بشه یه جوانب دیگه از مسئله مشخص کرد. من کلن فکر میکنم طبعا خود وضعیت مبارزه، شرایطی که جامعه شرایط به اصطلاح اعتراض مردم، نوع مبارزهی که مردم در هر مقطعی دارن و یا مبارزاتی که اوج میگیره طبعا میشه بر اساس اون پاسخهای متفاوتی داد. اگر فرض کن الان مبارزه تو خیابون باشه مثل سال 88 و تظاهرات باشه، خب طبعا فوکوس رو باید گذاشت رو همون مبارزه قبل از هر چیز. اگر به اون شکل نباشه یه حالتی مثل حالتی که الان هست، خب یه عرصه‌ای مبارزات مشخصی داریم، یعنی هر روزه هست، مثل مبارزه زنا، مبارزه مقاومتی که زنا و جوانا تو خیابونا دارن، عرصه اعتراضات کارگری و همینجور مبارزه علیه مذهب. طبعا تو عرصه اعتصابات و مبارزات کارگری که بی وقفه هست و به عنوان یه حزب کارگری ما حتما باید تمرکز داشته باشیم، حتما باید دقایق این مبارزه رو واسه خودمون مشخص کرده باشیم، تو بحثاش دخالت کرده باشیم، تو تشکلات دخالت کنیم، تو گرایشات دیگه که مقابل ماسک رفورمیزم و نمیدونم گرایشات دیگه در مقابلش وایسیم، توضیح بدیم، کار اون بکنیم.
و کار کمپینی یا کار سیاسی و کارهای مختلف، ولی دو عرصه است که فکر میکنیم بسیار عرصه های مهمی هن. یکیش مسئله زنان، یکیش مسئله مذهب. من فکر میکنم نمیشه تو این جامعه با این اینه که فاشیزم اومده باشه سر کار تو سال دهه 40 تو آلمان شما باشین، و اگه فاشیزم حاکمه شما نمیتونین بگین فعلا عرصه زنان مثلا عرصه اصلی مبارزه من، یا مثلا یه عرصه دیگه آتئیزم مثلا سکولاریزم مسئله مهم شماست. نیست. اگه فاشیزم داره حکومت میکنه با فاشیزم و اون عرصه های مؤلفه های اصلی فاشیزم که داره تعرض میکنه باید در مقابل اون وایساد. به این معنا مذهب ایدئولوژی رسمی حکومت و با زدن اون زیرا به حکومت زده میشه، و بنابراین یه عرصه مهم کار ما اینه. خب خیلی از چپ ها میگن، حتی یه سری از خودمون اون موقع رفتن یا در 12 سال پیش گفتن خیلی این حزب داره علیه مذهب و مبارزه برای حقوق زن و اینجور چیزا آزادی ها و اینا داره تلاش میکنه، که بحث ما این بود که این ایدئولوژی رسمی حکومت مثل 70 سال پیش نیست. دوره شاه بالاخره اگه مبارزه میکردی روی یه چیز انگوش میذاشتی، الان روی یه چیز دیگه. این ایدئولوژی رسمی حکومت به اسم مذهب دارن شلاق میزنن، به اسم مذهب دارن هر کاری میکنن، و تو نمیتونی در مقابل این وای نسی. و به ویژه موقعی که میبینی یه جنبش فوق‌العاده قدرتمندی وجود داره، یه جنبش جوان متعرض خوشفکر روشن آگاه مهم وجود داره علیه اسلام سیاسی و علیه کلن مذهب و علیه اسلام، و در نتیجه یکی از عرصه‌های فوکوسی ما اینه. یکی دیگه هم مسئله زن، دقیقاً باز به دلیل حکومت مذهبی، به دلیل یه حکومتی که به شدت ضد زنه، و شاید این دوتا مشخصات اصلیش باشه. طبعا شکنجه میکنه، اعدام میکنه، در مقابل اونها باید وایساد. جنبش قوی در مقابل اعدام الان وجود داره، باید تقویتش کرد، باید همه جا دخالت کرد، برای آزادی زندان سیاسی باید تلاش کرد، تو جنبش کارگری، جنبش دانشجویی، معلم ها، بخشای مختلف جامعه. منتها این دوتا به نظر من یه جور خصلت نمای در این حال فعالیت ماست. در کنار میگم فرضه که ما تو جنبش کارگری حضور هر لحظه هر روزه داشته باشیم، فرضه که علیه اعدام یک دقیقه کارمون رو تعطیل نکنیم یا تلاش برای آزادی زندان سیاسی میکنیم، ولی به طور مشخص این دو عرصه فکر میکنم جزء فوکوسای ما باید باشه، مسئله زن و مسئله مذهب. شاید تو مذهب بیشتر الان داریم دخالت میکنیم، تو مسئله زن نقش و حضور فعالتری باید داشته باشیم. از نشریه خوب که نشریه علیه تبعیض نشریه بدی نیست، ولی نشریه خوبی کلن و داردن با استقبال مواجه میشه. اون تا از زاویه سازمانگری، از زاویه چهره هایی که توی عرصه فعالن، خیلی باید حزب کار خودش رو تقویت بکنه، و برحال امیدوارم بتونیم توی این زمین هم جوابگو باشیم. براستش این دو عرصه به درجه کار کنیم، نیرو میگیریم و رشد میکنیم. من برحال همینقدر توضیح اینجا کافی میدونم. دوست عزیز دیگه‌مون میتونه صحبت بکنه، بفرمایید. سلام دوستان، خسته نباشید میگم به شما آقای کریمی. اول بحث این شد که توی اجتماع اکثریت، حتی اگه خودشون نیام بگن که با کمونیسم موافق هستن، از درونشون همراه هستن با نظریه‌های مارکس و کمونیسم در کل. ولی توی جوامع مذهب به خصوص توی ایران اونقدر نفوذ کرده توی آدم ها که جلوی این ابراز اعتراضشون رو میگیره. بعد اینم باعث میشه که جلوی حزب حاکم شدن کمونیست رو که هدف ماست گرفته بشه. بعد نظر شما رو میخواستم در این مورد بدونم. متشکرم. مرسی. من اینجوری متوجه شدم که میگی بالاخره من گفتم بسیار کمونیسم، اکثر مردم کمونیستن، ولی مذهب نفوذ زیادی داره و جلوی به اصطلاح این کمونیسم مردم رو میگیره. اینجوریه درست متوجه شدم؟ یا بنویس یا راه میکنم. اوکی. اینکه حتما من اشاره کردم بالاخره مردم به قول منصور حکمت اشاره کردم زیپ پوستشون رو به اشکافی کمونیسم رو میبینی، و خب حتما هم هر روز تو زندگی عادی شما دائم میبینیم که چجور مردم هم نوعاشون دوست دارن، کمک میکنن،
اگه ببینن یکی داره تو خیابون زورگویی میکنه 50 نفر میریزن جلوش جوابشو میدن. اگر ترسی نداشته باشن و طرف اصله نداشته باشه وای میسن، یه جوری جواب اصلا داشته باشه وای میسن. ما همین سادگی میگیم این که انسان خودشو میذاره جای یکی دیگه، تو درد یکی دیگه خودشو شریک میکنه، یه جور فداکاری میکنه واسه یکی دیگه، خودشو به درد سر میندازه به خاطر یکی دیگه. خب این یه هم نوع دوستیه که تهشو که نگاه میکنی همون کمونیسمشه، همون انسانیتشه. ولی در این حال همینجور که اشاره کردم، فقط مذهب نیست، انواع خرافاته که سایه انداخته، گرد خاک ریخته رو این مسئله که ما باید تمیز کنیم، باید این کمونیسم درون قفس رو در واقع نجات بدیم، رهاش بکنیم. خب یکیش مذهبه. واسهش من الان نمیدونم مذهب به عنوان مثال قوی تره، ناسیونالیسم بیشتر سایه انداخته، عقب موندگی های فرهنگی که هم متأثر از مذهب هم یه سنت های قدیمی تری که ضد زن هست به عنوان مثال، ناموس پرستی یا اینجور چیزا سایه انداخته، همه اینا هست. مذهب خوشبختانه هم هست هم واقعیت، یعنی نفوذ مذهب کم نیست هنوز تو جامعه، علارغم این که ما میگیم جامعه ایران اسلامی نیست، یه جنبش قوی ضد مذهب وجود داره و نقطه قوت هم حزب هست، این چون اولین حزبی بوده که محکم در مقابل مذهب بایستاده، به هیچ بخشش آوانس نده، به هیچ آخوندی آوانس نده، خیلی صریح‌تر و با شهامت علیه مذهب وایستاده و صحبت کرده. در مقابل احزاب ناسیونالیست کرد رو شما نگاه کنین، احزاب ناسیونالیست ایرانی رو نگاه کنین، احزاب حتی چپ سنتی و چپوی دیگر که هنوز بخشن مذهب مردم و غیر مردم میکنن یا میترسن در مقابل عقاید مردم وایسن یا فکر میکنن ما داریم بی خودی دعوای زیادی داریم به اینجور عقاید حمله میکنیم، انواع نقدار رو ما دارن. و به همین دلیل حتی از صفوف خودمونم در 12 سال پیش یاد رفتن گفتن زیادی ما ضد مذهب و نمیدونم مدافع حقوق زن شدیم، باید خورده اینا رو کم بکنیم. خب به این معنا نگاه میکنی به اصطلاح هم نفوذ مذهب وجود داره، یکی از موانع ما، و هم امروز خوشبختانه جنبش ضد مذهبی قوی وجود داره و ما راستش باید روی این جنبش نیرو بذاریم. این جنبش مال ماست، این جنبش رو باید عمق بهش بدیم، این جنبش رو باید پرچم روشن‌تری بهش بدیم. باید اگه کاری داریم راستش در مورد این جنبش اینه که این جنبش بگیم تو رها نمیشیم مگه اینکه طبقه کارگر قدرت بگیره، مگه اینکه مالکیت خصوصی از بین بره، مگه اینکه کار مزدی از بین بره، و مگه اینکه جمهوری اسلامی تا ته سرنگون بشه، مگه اینکه یه جنبشی بیاد که واقعا خلاصی فرهنگی بکنه و دست مذهب از جامعه کوتاه کنه، مالیات بذاره رو مؤسسات مذهبی، محکم وایسه. و تا اینجا ما به اصطلاح چیز داریم، ما نقطه قوت داریم نسبت به احزاب دیگه و جریانات دیگه، و اگه کوتاه بیایم، اگه خفیف برخورد کنیم، اگه شل برخورد کنیم نسبت به مسئله مذهب، مثلا موقعیتمون از دست میدیم. یعنی این نقطه قوت ما نباید این نقطه قوت رو یه روز تضعیفش کنیم. منتها خب ایدئولوژی دیگه هم هست، ناسیونالیسم، وطن پرستی، خرافاتی که علیه زن تو بسیاری به ویژه تو خود خانواده‌های کارگری و تو مردم فقیر و زحمتکش اتفاقا شاید بیشتر از بخش مرفه کشور ببینیم، چون اونا بالاخره یه فرهنگ دیگه، امکانات دیگه، رابطه وسیع‌تری با اروپا، محدودیت‌های اقتصادی که باعث میشه ستم آگاهن بیشتر بشه ندارن. و من فکر میکنم شاید به اصطلاح این سنت عقب افتاده ضد زن که حتما متأثر از مذهبه ولی عیناً یکی نیست، خیلی اصلا مذهب ندارن، الان بخش زیادی از جامعه ایران مذهب نداره ولی با زن هنوز رفتار عقب مونده داره. میخوام حتی چپایی که تو اروپا شاهد هستیم، چپای ایرانی که میان اروپا خیلیشون، خب چپای ایران مذهب نداشتن کلا، حالا ضد مذهب نبودن ولی خودشونو بی خدا و غیر مسلمان و اینا میدونستن و خب واقعا هم اینجوری بود، ولی راحت نمیتونن دخترشون تحمل کنن که دوست پسر داشته باشه. چپ 30 سال چپه، 30 سال خودشو عضو سابقه نمیدونم فدایی یا رای کارگر میدونه ولی هنوز تحمل نمیکنه اگه خانمش با یه مردی آشنا بشه، رابطه داشته باشه، ممکنه قتل ناموسی، حالا قتل ناموسی اگه نکنه کتک و لاغل ممکنه بزنه. خیلی جون سخت‌تر از مسئله مذهبه، برای که مذهبی نیست ولی سنت‌های عقب مونده داره. میخوام بگم اینم یکی دیگه شه و برحال انواع این خرافات هست و همه اینا رو باید زد اگه میخوایم واقعا کمونیسم رو رها کنیم، آزاد کنیم، همه اینا رو باید زد و
به این معنا باید خیلی بی تخفیف علیه ناسیونالیسم و مذهب و همه اینا وایسیم. به هر حال امیدوارم جواب سوال داده باشم. اگر باز ناروشنی چیزی هست